سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده به مناسبت روز جهانی مبارزه با تبعیز نژادی بیانیه‌ای صادر کرد در این بیانیه که نسخه از آن به دست خبرگزاری شعبه رسیده آمده ملل مختلف روز جهانی مبارزه با تبعیض نژادی را در راستای ریشهکن کردن این رفتار غیر انسانی گرامی داشت اقدامی که از سوی افراد یا گروه ها به بهانه اختلاف رنگ، نژاد، دین و یا فکر در حق دیگران انجام میگیرد و امید آن می رود که با احیای این روز مشکلاتی که کماکان برخی از جوامع جهان گرفتار آن هستند خاتمه یابد مسلمان آزاده افزود بیش از نیم قرن است که جامعه بین الملل یک روز را به نام مبارزه با تبعیز نژادی نامگذاری کرده و در این سالها نشست های فراوانی در این باره صورت گرفته است ولی متاسفانه هنوز هم رفتارهای نجات پرستانه را در برخی جوامع مدنی شاهد هستیم که در پی این رفتارها حقوق میلیون ها تن در جهان زایه شده و حتی منجر به قتل آنها می شود. سازمان جهانی نفی خشونت در ادامه این بیانیه آورده است برای مثال میلیون ها نفر از شیعیان هدف تبعیض سیاسی حد حرمت و حتی قتل های برنامه ریزی شده توسط برخی حکومت ها و یا گروه های تروریستی قرار می گرند و معترضان به این تبعیض نیز با سرکوب های شدید و یا بازداشت های بی روبرو می شوند. این بیانیه در ادامه ضمن اشاره به مسلمانان روهینگیا در کشور میانمار افزود ملت مسلمان روهینگیا نیز چندین سال است که هدف حملات خوشونتامیزی از قبیل کشتر جمعی آوارگی و تجاوز از سوی حکومت و افراطیان میانمار قرار میگیرند و متاسفانه جامعه جهانی در قبال این جنایتها ها سکوت اختیار کرده است سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده در پایان بیانیه خود از جامعه جهانی خواست تا به این جنایت پایان داده و با استفاده از نفوذ خود در راه حل مشکلات جوامع فقیر کوشش کنند تا در آینده جهانی آری از هر گونه خشونت و نفرت را شاهد باشیم.